بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیز. از طرف مجموعه خبر فوری امروز یه مهمون ویژه داریم، آقا مهدی باقربیگی، از قدیمی های صدا سیما و تلویزیون ما. آقا مهدی خیلی خوشحالم. خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین این مجموعه خبریتون و امیدوارم که این گفتگویی که با هم داریم باعث خیر بشه و خلاصه حوصله‌تون سر نبره. ان شاء الله. اختیار سوال اول، نظر شما در مورد معافی مالیات هنرمندان چی بود؟ ببین حالا تو تمام دنیا این رسمی که اعتقاد دارن حالا حکومت‌ها و دولت‌ها که هنر پولساز نیست و نمیتونه حالا افرادی که دارن فعالیت میکنن تو عرصه فرهنگی و هنری حالا تأمین بکنه. این یه کار خوبیه به نظرم، حالا یه سر و صدای نمیدونم بی خودی براش را افتاده، آره واقعا از حقیقت یه خورده همچین دور افتاد، به خاطر اینکه شاید نمیدونم مثلا تو همین کار سینما یا تلویزیون 7-8-10 نفر باشن که پول خوب گیرشون میاد و حالا در سال چند تا کار انجام میدن، دستمزد بالا دارن، میلیاردی دستمزد میگیرن، اما بقیه نه. اگرم حالا در سال چند تا کارم انجام بدن، بعد اگه بری دستمزدشون رو نگاه کنی، به شرط این که اون دستمزدی که براشون حالا در نظر گرفته شده بهشون بدن، چیزی در نمیاد، یعنی یه پولی بخور و نمیری تش دستی آدم ها میگیره. به نظرم اون کسایی که حالا دارن پول خوبی در میارن، به قول معروف حالا میگن سلبریتی ها و میلیاردی بگیره، اونا باید مالیاتشون رو پرداخت بکنن. یه موردی هم که حالا خیلی تو فضای مجازی بهش استناد میشه، حمایت بعضی از سلبریتی ها و هنرمندان از جریانات سیاسیه، یعنی یه گروه تشکیل میدن و حمایت میکنن از یه جریانی کام و بعد حالا شاید بر همون جریان پایبند بمونن و شاید هم رنگشون رو کامل عوض کنن. نظر شما در مورد اینجور حمایت ها چیه از سلبریتی ها؟ ببینید باید آدم، من که حالا اگر هنرمند باشم، وقتی همه مردمی کشور مثلا من رو دوست دارن، به من علاقه مندن، حالا به فرض خودم میگم برای مثال، باید خیلی مواظب باشم، به خاطر اینکه تو این آدما نمیدونم اصلاح طلب وجود داره، اصولگرا وجود داره، نمیدونم مسلمون هست، مسیحی هست، یهودی هست، همه اینا هستن. به خاطر همین به نظرم میگم ما هنرمندا هرچی قاطی سیاست نشیم و اگرم بخوایم طرفداری بکنیم از یه جریانی یا اگر بخوایم حرف مردم بزنیم، باید اینقدر با دقت این کار رو بکنیم که یه انگی به اون نچسبه. بله، که مثلا اون هنرمند یا اون بازیگر نمیدونم یا اون فوتبالیست مثلا اصلاح طلبه نمیدونم یا فلان گروه، یه چیز کلی باید باشه. حرف مردم رو باید یه جوری بزنی که خود مردم به قول معروف والا قبول بکنن و یه نفعی براشون داشته باشن. من خودم حالا به خاطر اینکه آدم یه چیز دیگه هم هست که حق و باطل رو ممکنه بعضی موقع همون موقع نشناسید، یعنی یه مطلبی خیلی حق دیده بشه اما بعد یه مدتی که ازش میگذره و حالا پشت پردهش میبینیم میفهمی که نه حق که نبوده، هیچی باطل هم بوده. وقت اگر که من حالا طرفدارش کردم و خیلی نمیدونم سینما چاک دادم براش، خودم خراب کردم، سوه برداشت بیانم. چون الان تو فضای مجازی خیلی از مخاطب ها، مثلا من دیدم تو پستای خیلی از حالا هنرمند ها مینویسن مثلا فلان هنرمند اعتراض میکنه به فلان گرونی یا فلان شرایط بده اقتصادی و توی جامعه، خیلی هم میمونیسن تو مثلا زمان انتخابات فلان دوره فلان کاندیدا رو تبلیغ کردی، خب این هم الان جواب بود، آره. انتقاد میکنن مردم هم بهش، اصلا اینکه حالا تو موقع انتخابات این دوستان سیاسی از هنرمندا یا از ورزشکارا از قهرمان استفاده میکنن، حالا یا سوء استفاده
میکنن و میارن اینا رو، مردم هم خب چون دوستشون دارن اون قهرماناشون و هنرمنداشون و ازشون الگو میگیرن، به نظرم خیلی ما باید مواظب باشیم که مورد سوء استفاده قرار نگیریم. یعنی چه میدونم، مثالش من اگر که زمان آقای روحانی رفته بودم و حالا دفاع کرده بودم و چه میدونم یه شور رو به پا کرده بودم، الان خب خیلی بد میشد دیگه. الان واقعا مثلا من با چجوری اون آدمایی که ترغیب کرده بودم که به ایشون رأی بدن، حالا جلوشون مثلا چیکار باید میکردم، چجوری ازشون عذر میخواستم که به دردشون بخوره. به خاطر همین به نظرم باید خیلی کلی نظر بدیم و نذاریم از این حالا محبوبیت یا از این الگو پذیری که جامعه نسبت به هنرمند و قهرمانش داره استفاده بکنن بعضیا و کار خودشون رو پیش ببرن، مگه اینکه خیلی دیگه مطمئن باشیم. آره، یعنی دیگه مولا درزش نره، که اونم فقط چیزی که مطمئنه آدم درباره خدا و پیغمبر میتونه مطمئن صحبت کنه که تغییری نکنه دیگه برای آدم ها، چون احتمال تغییر تو همه وجود افراد هست. یه سری کلمات من میگن، حالا در موردش هر چی به ذهنتون میرسه خوشا میشین بشنوید. اولیش خودت قصه های مجید، اون فیلمه که خیلی از دوستان باش خاطره دارن و واقعا دوستش دارن. برای خودم، از نظر خودم یه محبت خدایی بود که حالا خدا به من لطف کرد و من حالا برای اون نقش انتخاب شدم. یه چیز استثنایی هم بود، نمیدونم به چه دلیل، علت های مختلفی داره، اما اینکه یه سریالی 30 سال پیش پخش شده و تو این 30 ساله حالا هر چند بار دیگه هم که نمیدونم باز پخش شده، مردم همه چیزشو یادشونه و حالا برای من این خیلی باز خوشنودیه که هر جایی میرم باعث یه لبخند میشم و مردم همیشه مثلا با دیدن من میگن یاد دوران بچگیمون افتادیم. یه حس نوستالژیک آره خوشاینده براشون. حالا این میگم یه محبت الهی بوده برای من. کلمه بعدی یه کلمه خیلی معروفیه، بنزین 3 تومانی. بنزین 3 تومانی دیگه چی بگم، اینو اصلا مشکل داریم باش. بعد ما که حالا نه یار چی یارانه است، رایانه است، چی یارانه یاران. نه یارانه اون قدیمی ها به ما میدن، نه این یارانه چه میدونم معیشتی جدید. در صورت که ما خدا میدونه از 30 سال پیش تا حالا به غیر از کارمند چی نبودیم. تو شورای شهر هم که بودیم ماشاءالله، حالا میگن لبی دریا بریم خوش میشه، ما نمیدونم دوره ما اینجوری بود یا هرچی، ما حقوقی که به ما میدادن از اون موقعی که کارمند ساده بودم کمتر بود تو شورش. آره، اما بعد به خاطر این که ما عضو شورا بودیم گفتن یارانتون رو قطع کنیم. الان من قطع قطع کردن، گفتیم باشه طوری نیست. بنزین 3000 تومانی هم ما قبلا ماشینمون بعضی موقع باکش پر میشد، الان نه دیگه، الان فوقش 5 لیتر 10 لیتر نهایتا دیگه 15 لیتر بیشتر بدبخت به خودش بنزین نهید و کار خیلی اشتباهی بود. تک 3 تومانی شد، حالا 3 تومانی بشه. البته اون روشی که بعد بیاد به اون درآمدش تو جیب مردم بره خیلی خوبه، منم با اون موافقم، ولی همه این شک رو دارن که درست باشه. شو. من که الان 2 ماه چقدر از اون این کار گذشته ندیدم تو حسابم این سودی که از این کار به وجود میاد. حالا ایشالله بقیه ببینم این هم ایشالله درست بشه. کلمه بعدی سورپرایز وزیر ارتباطات که اعلام کردن، گفتن ما تا دوست داشتم یه سورپرایز خیلی قوی خواهیم داشت. حالا یه چیزی بگم، من همیشه وقتی آقای وزیر رو میدیدم به خاطر اینکه جوونه امیدوار میشدم به اینکه خب مثلا جوونام
بها میدن اگه آدم چون فهم کردم آدم نخبه‌ای هستن تو مثلا حالا رشته خودشونو به خاطر همین گذاشتنشون وزیر. بعد یو چند وقته داشتم میخوندم تو روزنامه‌ها دیدم که نمیدونم معدل لیسانسش یا معدل فوق لیسانسش 12 بوده، حالا من نمیدونم درسته یا نه، اما خیلی من باعث ناامیدی شد برام که میگم تنها آدم نخبه رو ایشون میدیدم و خیلی بهش حالا افتخار میکردم که یه جوان مثلا به خاطر علمش مثلا اومده و به وزیر شده، که اونم اینجوری خورد تو پرونا. اگه که آقای وزیر معدلت بیشتر از 12 بوده لطفا به ما بگو که ما همچنان امیدوار بمونیم، چون من که دانشگاه نمیرم هم 14 هم دیگه که ایشون 12 خیلی نه میگم حالا آی واقعا بگی خیلی خوشحالم دیدم تو مشارکت همشه سالم و سلامت باشی و سایه‌تون بالا سر هنر و هنرمندای اصفهان باشه.